تو این ویدیو قراره با 70 گرم آرد و 4 تا تخم مرغ یه همچین کیک اسفنجی درست کنیم که بافتش این شکلیه و در نهایت تبدیلش بکنیم به یه کیک ولنتاین خوشگل که با مواد اولیه که توی همه خونه هست درست میشه. اول از همه سفیده و زرده رو جدا میکنم و سفیده رو هم میذارم تا به فوم برسه. بعد از اون بهش شکر رو کم کم اضافه میکنم. حسین جان دست نگهدار. داداش کجا داریم میریم؟ این کاری که شما الان داریم انجام میدی کیکت به هیچ عنوان اسفنجی نمیشه. اون سفیده هنوز خیلی جا داره برای اون فرمی که باید داشته باشه. من یه بار انجام میدم به روش قنادی، شما ببین بعد درست کن کیکتو. خب برای یه قالب شماره 18 تا 20 4 عدد زرد سفیده تخم مرغ، 40 گرم نشاسته ذرت، 70 گرم آرد، نوک قاشق وانیل، یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر، نوک قاشق نمک رو میگم یه نکته خیلی کلیدی داره این، و 100 گرم شکر. سفیده تخم مرغ اونو میریزیم توی کاسه. ببین نمک واسه اگر همزنت دورش ضعیف بود میتونی از یه خورده نمک استفاده کنی برای حجم‌دهی بهتر سفیده تخم مرغ. با دور تون میزنی تا فرم بگیره. ببین فرم سفیده باید به این صورت باشه، حالت خامه، وقتی کج میکنی کاسه رو نمیریزه. اوکی، حالا به این حالت که رسید سفیدمون، همزن رو با همون دور تون روشن میکنه هم میزنیم و شکر رو بهش اضافه میکنه. خب شکرمون کامل حل شد. ببین بعد زرد و سفیده توی یخچال گذاشته بودی ناسا جان، باید سرد باشه. زرده و سفیده، مخصوصا سفیده باید سرد و سرد باشه که خوب فرم بگیره. سفیدمون به این حالت که رسید شکر باید دونه ریز باشه و کامل حل بشه توی سفیدمون. حالا میایم با دور کند همزن زردهامون رو بهش اضافه میکنه. فقط یه نکته ای که اینجا هست، خیلی نباید هم بخوره چون پف سفیدمون میخوابه. اندازه ای که فقط با سفیده مخلوط بشه زرده اوکیه، دیگه زیاد هم نذارید که پف سفیده بخوابه. همینقدر کافیه، زیاد نباید هم بدهیم. حالا میریم سراغ آرد. خب الان میخوایم مواد خشکمون رو با هم ترکیب کنیم، بعد به زرد و سفیدمون اضافه کنیم. فقط یه نکته ای، الان شما فرت رو روشن کردی، فرت توی این تایم باید روشن بشه تا به اون دمایی که میخوایم برسه. داغ داغ باید باشه فرت. حالا مواد خشکمون رو با هم مخلوط میکنیم، بعد علک میکنیم روی سفید و زرد. حالا آردم رو دارم علک میکنم. ببین آرد رو دارم میچرخونم علکم رو. یه جا اگه بخوای علک کنی آرد فرو میره توی موادمون و گله میشه و موقع هم زدن آردم کامل هم نمیخوره و گلهای آرد توی کیک میمونه. این رو باید خیلی دقت کنی. طریقه هم زدن به صورت دورانی، ببین به این صورت باید هم بزنیم و دورگیری خیلی مهمه. یه سری ها کیک درست میکنن میگن کیکمون بوی بد تخم مرغ میده. این دورگیری، ببینید این دوراش و این کناراشو باید حتما دورگیری کنید چند سری در موقعی که دارید هم میزنید. آردمو کامل باش مخلوط کردم به صورت دورانی. ببینید پوک پوکه میریزم توی قالبم. روی قالبم به این صورت میچرخونم که حالت گنبدی شکل نشه. و یه نکته خیلی مهم، من قالبم از این رینگی هاست ترش خالیه، با چاقو دورش رو میبرم در میارم. ولی شما اگه قالبتون از این مدل های تخت داره، ببینید به این صورته، کفش باید کاغذ بندازید، دیواراش هم حتما چرب کنید. میریم حالا کیکمون رو بزنیم توی فرم. روشن کردم، دمای 180 درجه، زمان پختش هم 40 الی 45 دقیقه. خب این ناصر جان برای تست کردن که میخوای ببینی پخته کیکت یا نه، با یه سیخ چوبی به این صورت فرو میکنی داخل کیک، میاری بیرون. ببین مواد کیک بهش چی نچسبیده. پس کیکمون الان آماده است، یا روش فشار میدی، اگه برگشت اومد بالا پس پخته. در حین پخت اصلا در فر رو نباید باز کنی. خب ناصر جان اینم از کیک اسفنجی ما. ببین هم پفش خوبه هم نرمه. حالا برش هم بهت نشون میدم. راست جان اینم از نتیجه کارمون. خب
خب ناصر جان، کیک سنجی رو بهت گفتم چجوری درست شد، برشم زدم من، حالا میخوام یه مدل کیک خامه، یعنی دیزاینش با خامه باشه، به شکل قرص میخوام درست کنم. برای شروع باید خامه‌مون رو فرم بدیم. من از این خامه‌های مایه استفاده کردم که تو ایران نیست، اینا خارج از کشور هستن. خب ناصر جان، برای اینکه اسفنج کیکمون آب خامه رو نکشه، یعنی رطوبتشو نکشه، میایم کیکمون رو مرطوب میکنیم. من با شیر مرطوب کردم، میتونید با شیر کاکائو یا آب میوه مرطوب کنید کیکتون. بعد یه خورده به این صورت خامه میذارید روش، لایه بعدی رو میذارید روش و میچسبید، لایه بعدی هم حتما مرطوب بشه. خب کیک گردمون رو میخوایم قلبش کنیم. ببینید، میام برش میزنم اینجا رو، میام این قسمت پشتش، این قسمت گردش رو، یه نازک خامه و اندازه ای که فقط این قسمت هایی که برش زدیم به پشت کیکمون بچسبه. ببینید به این صورت، راست شما ببینید به این صورت کیک رو آستر کشی میکنیم. این روندی که ما انجام دادیم آستر کشی اسمش. حالا برای درست کردن خامه قرمز برای ولنتاین به رنگ ژله‌ای نیاز داریم. ما از برند خارجی اگر کسایی تو ایران هستن استفاده کنن خیلی بهتره. خب اینجا ما یه خورده رنگ ژله‌ای ریختیم توی خامه‌مون، تو خامه فرم گرفته باید بریزیم و هم میزنیم. تمام آموزش های کیکسازی رو توی کانالم گذاشتم، از خامر کردن با فوندانت خامه همه رو اصولی به صورت کامل با توضیحات تو کانالم هست، کسایی که میبینم میتونم استفاده کنم. حالا با پاکون ببینیم به این صورت تکیه میدیم به دیواره همون و کیکمون رو صاف. خب میایم به این صورت، ببینیم با لبه خامای اضاف و جمع آشیاشو با ماسوره ستاره یا حالا آچاری بهش میگن. میخوام دکور برم، میدازم که قیف خامامونم میدازم که قیف قیف کاغذی یا مشنبایی. به این صورت میام ماسوره کاری میکنم. آموزش های ماسوره کاری همش توی کانالم هست. خب با خمیر فوندان یه حالت کلقند درست میکنیم برای پایه گل. میخوام گل خامه بزنم با ماسوره گل. ببینید ماسوره گل به این شکلی، قسمت نازکش رو به بالا میام. ببین از گل برگای ریز شروع میکنم. به همین صورت ادامه میدیم تا جایی که کافی باشه، یعنی دوستاشی گلت بزرگ باشه کوچیک باشه و سیب خودت داره. برداشتن گل، ببینید به این صورت میام یه سیخ چوبی یا خیار دندون یه خورده فرو میکنم داخل فوندانتمون با قیچی قسمت پایینیشو به این صورت برش میزنیم. ببین و خیلی آروم میاد روی کیکمون میذاریم و اینو میچرخونی آروم در میاریم و همین راحتی. آقا اونایی که از قدیم تو کانال من هستن میدونن من تو درست کردن کیک متاسفانه همیشه ضعف داشتم و اصلا آموزش کیک و اینجور چیزا توی کانال من نمیبینین، خیلی کمه. منتها از وقتی که ویدیوهای محمد رو دیدم واقعا شدم استادش دیگه. اینجا اینو میتونین ببینین و حتی کیکی که خودش درست کرده تو همین ویدیو دیدین. خدمتتون عرض شود که محمد سال هاست که استاد قناده و تجربه قنادی چندین سال قنادی رو میاد به صورت رایگان و توی ویدیوهای جذاب توی کانال یوتیوبش قرار میده که از طریق لینکی که توی دیسکریپشن براتون میذارم میتونین برین و کانالش رو دنبال کنین. این ویدیوها مخصوص کسایی که میخوان به درآمد برسن، کارهای خونگی راه بندازن، خانومایی که میخوان کیک بپزن بفروشن. آموزش ها همش رایگانه و میتونین شما هم مثل محمد با دیدن چند تا ویدیو استاد تمام کیک و شیرینی بشین.